بریم. خوب بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته خیلی کوتاه میخوام خدمتتون عرض بکنم. فکر میکنم تصور خیلی از ماها راجع به پیامبر این باشه که پیامبر یه آدم خوبی بوده و داشته تو مسیر انسانیت درست زندگی میکرده، خداوندم دنبال این بوده که یه کسی رو پیدا کنه که یک سری حرفایی رو به بنده هاش برسونه، یک واسطه‌ای که حرفاش رو به بنده هاش بزنه. خب نگاه کرده رو صفحه روزگار رو دیده یه آدم خوبی هست و داره این گوشه دنیا زندگی میکنه. خب بعد یک ملکی هم داشته به اسم جبرائیل، یه موجودیه، حالا مثلا خیلی مثلا موجود خیلی بزرگیه، مثلا خیلی هیکل خیلی بزرگی داره، بال داره و مثلا حالا این چیزایی که توی این روایت ها گفته شده درست شده و اینا، بهش گفته که برو به این بگو که تو پیغمبر مایی. پیامبرم تو غار حرا بود و اونجا مشغول عبادت بود، از مردم جدا شده بود و یه دفعه یه ملکی اومد و بهش گفت که خب بیا تو دیگه از این به بعد پیامبر خدایی، و یه حرفایی رو میومد در گوش این میگفت، ایشون هم به ما ارائه میکرد. اینجوری وقتی فکر بکنی مفهومش اینه که این اتفاق میتونست برای یکی دیگه هم بیفته. یه آدمی که بالاخره مسیر زندگیشو درست بره و خلاصه جبرائیل مثلا اگه 50 سال زودتر خدا تصمیم میگرفت که یه حرفایی رو به بنده هاش بزنه، خب حتما یکی دیگه میشد پیامبر. یعنی اینجوری فکر میکنیم، چون از بعد از حضرت عیسی مسیح تا پیامبر یه دوران طولانی هیچ پیامبری نبوده دیگه. فکر میکنم و این اشتباه از همینجا شروع میشه که شما فکر میکنی که کس دیگه هم میتونست که این جایگاه رو داشته باشه، این مسیر رو بره و خلاصه این اتفاقا براش بیفته. راجب خودش که اینجوری فکر بکنیم، دستوراتش هم همینجوری میشه. دستوراتی که پیامبر میده یه دستوراتیه که یه ظواهریه و شما باید به اونا ملتزم باشی. مثلا پیامبر گفته نماز، نماز اینه که شما وضو میگیری، صورتتو میشوری، حالا به روش شیعه از بالا دستتو میشوری، به روش اهل سنت از این وری مثلا میشوری، بعد سرتو میشوری تو اهل سنت و پاتو یا مس میکنی سرتو پاتو میشوری و اینجا دوتاشو مس میکنی، بعد اینجا نمیدونم حالا به هر روشی که شیعه و سنی وضو میگیرن دیگه میشورن سرتو، بعد وای میسی رو به قبله، الله و اکبر و سوره حمد و قل هو الله رو میخونی و رکوع و سجده و تشهد و نماز تمام میشه. و ممکنه که نماز شما درست باشه اما فایده نداشته باشه، یعنی ممکنه نماز شما درست باشه یعنی شما دیگه لازم نیست قضا کنید دوباره بخونید ولی قبول نشه. یه حرفای عجیب غریب زده میشه، نمازی که خوندی میگه شما برای ذمه ای لازم دوباره بخونی. اصلا نماز میشه یه تکلیفی، انگار یه بدهی که به خدا داریم، باید این قوانین رو رعایت کنی. اصلا مهم نیست تو درونتون الان چی فکر میکنید، حالا خیلی بخوای نمازت کیفیت پیدا کنه میگن با حضور قلب باشه، اما اگه با حضور قلب نباشم کسی نگفته باطله. مثل روزه، شما روزه بگیر غیبت کن تهمت هم بزن روزت باطل نمیشه، ولی اگه یه قطره آب بخوری روزت باطل. اینم یه داستانیه. چرا این نگاه به احکام میشه؟ وقتی پیامبر خودش واقعیت نداشته باشه، یک پست باشه که میتونه کس دیگه ای این پست رو داشته باشه، احکامش هم همینجوری میشه دیگه. احکامش هم میشه یه مشت کارای که میتونه خیلی پوچ باشه. یعنی شما قیامت مثلا الان تو ذهن خیلی ها اینه که قیامت یارو میگن آقا نمازاتو خوندی، میگن آقا نمازش درست، روزش هم درست. اصلا مهم نیستش که حالا این نماز فایدهش چی بود، رشدی کردی چیزی شد، میگه نه دیگه نمازشو خونده، نماز گردنت نیست ولی خب هنوز متکبری، هنوز حسودی، هنوز لجوجی، خب این چه نمازی بوده خوندی؟ میگه نه نماز درسته ولی این تکبرش از بین نرفته. این چه نماز درستی که تکبر از بین نبرده؟ مثل اینکه شما مثلا برید دکتر به شما قرص داده خوردی، دارو داده خوردی، بعد میری دکتر میگه دکتر فایده نکرد، میگه ببین نه دیگه داروهاتونو خوردین شما دیگه، شما تکلیفی نداری. مثلا من هدف از دارو خوردن بود که خوب بشم، من خوب نشدم این چه فایده ای داره؟ مثلا دیگه من تکلیفی ندارم، من بعد دنبال دارو بگردم. نمازو چرا دارو نمیدونی؟
چون پیامبر رو طبیب نمیدونی. پیامبر یه کسی میدونی که بختش بلند بوده، شانسش گفته، بلیتش برده، یک همای رحمتی به اسم جبرئیل اومده نشسته رو دوشش. اشتباه اینه. اما اون چه که واقعیت داره اینه که پیامبر به یک مقامی رسیده که تونسته یک سری حقایقی رو درک بکنه و اون چیزی رو که درک کرده در اختیار بشر قرار داده. یعنی هر کس میتونست انقدر رشد بکنه میتونست به اون پیامو برسه، کسی این رشد رو نکرده که به اون پیام برسه. این نیستش که جبرائیلی، مثلا جبرائیل یه چیزی بیرون وجود پیامبره، یک موجودیه، اون خبر رو آورد. نه، این خبر رو پیامبر به دست آورد، یعنی علتش پیامبر بود، کشش از پیامبره. بعضیا میگن که نزول ملائکه کشش از پایینه یا امر از بالاست. اون چه که به حقیقت نزدیکتره اینه که کشش از پایینه، من جذب میکنم، یعنی من به اون استعداد میرسم، به اون قدرت میرسم، میتونم اون حقیقت رو درک بکنم، پذیرای اون حقیقت باشم. اگه من نباشم و اون استعداد نباشه و پذیرای اون حقیقت نباشم، اون حقیقت نمیاد پایین. چون حقایق کلمه نیست، معرفته. معرفت با کلمات فرق میکنه. درسته معارف رو تو ظرف کلمات هم میریزیم برای اینکه به هم منتقلش بکنیم و یه درکی برای همدیگه راجبش ایجاد بکنیم، اما اینو میدونید تا به معرفتی نرسی درک درستی ازش پیدا نمیکنی. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. شما هزار ساعت بشین راجب تواضع صحبت بکن، ممکنه هزار ساعت راجب تواضع حرفش نبی، اما هیچ درک نکنی تواضع یعنی چی. باید به تواضع برسی تا بفهمی تواضع چیه. ازش گفتن که شما حجاج ابن یوسف یه سری نصایح داره، من براتون بگم، بعد قبلش بگم امام علی ابن ابی طالب، باورتون میشه؟ کلمه است دیگه، خودتون میگید، میگید بازیه با کلمات. نه، تواضع رو میشه، اگه کسی تواضع رو درک بکنه حاضر نیست ازش خارج بشه ها. مثل این که بچه‌ای که دیدید به بچه کوچیک مثلا بستنی میدی میخوری، میده میخوره بچه، دیگه این طعم به دهنش مزه کرد، این دیگه همیشه بستنی میخواد، این دیگه بستنی متنفر نمیشه، خوشمزه شده تو دهنش. میشه کسی به تواضع برسه و رهاش کنه؟ نمیشه. نمیشه. انسان از معرفت بر نمیگرده. نمیشه. به تواضع برسی بعد یعنی چی؟ نه. امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا کیه که حلاوت مناجات با تو رو درک بکنه، فرام هم اینکه بدلا. تو رو با کسی عوض کنه امکان نداره. نمیشه همچی چیزی. من حرفم اینه، میخوام بگم پیامبر یک موجودیه که کار کرده رو وجود خودش و تونسته یک استعدادی رو به دست بیاره، به یک سری حقایق دست پیدا بکنه و ظرف حضور یک سری حقایق بشه. این ظرفیت از پیامبر بوده که این پیام رو به دست آورده. این نیستش که یه پیامی رو از بالا ابلاغ کردن پایین، حالا پیامبر نبود کس دیگه. نه نه نه، این به این استعداد رسیده، به این معرفت رو نمیدونم با چه کلمه براتون بگم. میخوام بگم پیامبر یه موجود حقیقیه، یک سمت نیست، یک استعداد واقعیه، یک رشد معنویه، نه یک سمت، یک پسته که حالا این نبود یکی دیگه. حالا بهترین خلق اون روزیشون بوده، اگه مثلا 50 سال قبل، نه، این پیام بود، این حقایق وجود داشت، این حقایق بود، کسی بهش دست پیدا نکرده بود، این اومده رسیده به اون نقطه و بهش دست پیدا کرده. مثل گنجیه که زیر زمین بوده، کسی حفر نکرده بهش برسه، این حفر کرده و بهش رسیده، حفر کرده، خودش این کارو کرده و به اون حقیقت رسیده، اون گنجه که بود. یعنی 100 سال پیش چرا این گنجو کسی پیدا نکرد؟ خب کسی حفر نکرد، کسی دنبالش نگشت. چرا این معارفی که پیامبر گفت قبل از پیامبر گفته نشده بود؟ خب کسی به این استعداد نرسید. وگرنه این ظلمه که بگی خدا 400 سال نشسته بیکار مثلا، بعد 400 سال یه دفعه زده مثلا به سرش گفته خب حالا یه سری حقایقو به مردم بگیم. بعد گفته حالا به کی بگیم اینو بگه؟ گفتم آدم خوبه الان اینه، محمد امینه، به این بگیم بگه. این چه ظلمه که خب چرا 5 سال پیشش نگفتی؟ چرا 10 سال پیشش نگفتی؟ میگهش کسی به این استعداد نرسید که این حقایقو بفهمه بگه. حقایق که بود، تو دسترس همم بود، کسی تلاش نکرد، مقصر ما نیستیم. که شما اگه بگی که پیامبر یه سمته، بعد این سوالو جواب بدی، خب پس چرا این روز چیز کرده، ظهور کرده؟ چرا 5 سال قبلش نه؟ چرا 10 سال قبلش نه؟ چرا 100 سال قبلش نه؟
مردم چه گناه کرده بودن 100 سال قبل که نباید این چیزا رو میدونستن؟ میگیری چی عرض میکنم؟ و این سوال رو نمیتونی جواب بدی. چرا پیامبر زودتر ظهور نکرده؟ چرا بلافاصله بعد عیسی مسیح نیامده؟ خدا مثلا بیخیال بنده ها شده بود سالها، بعد یه دفعه دوباره به سر ایزد یه پیامبری بفرسته؟ این چه نمیشه که، این منطقی نیست که. حرف درست اینه که میگه آقا من حقایق رو خلق کردم و در معرض شما، شما رو در معرضش قرار دادم، استعداد دستیابیش هم به شما دادم. خب کسی از استعدادش استفاده نکرده که مقصر من نیستم. حالا یکی پیدا شد از این استعدادش استفاده کرد و اونم تو نهایتش، تو عالی ترین درجهش، اون یه کسی پیدا شد که تونست عاشق همه مخلوقات عالم بشه از اول تا آخر. مثلا نمیتونم بگم یعنی چی، یعنی مثلا کلمه نیست بشه پیامبر رو باش توصیف کرد. واقعا کلمه پیدا نمی کنی با چی بگی بهش. یکی پیدا شده تمام سنگریزه های عالم رو دوست داره، تمام برگ های درختان عالم رو دوست، تمام خلقت رو در گذشته و آینده دوست داره، دلش برای همه واقعی. ببین ادا الان ماه رمضان که دیگه تموم شد دیگه، خوبه؟ خب کار خیر چی شد؟ کار خیر میکردیم ماه رمضان، الان دیگه کسی محتاج نیست. سیل زده ها چی شدن؟ همه رفتن سر خونه هاشون، الان تو خونه هاشون زیر کولر گازی نشستن. آره کمپین دیگه نمیذارین کمک کنین به سیل زده ها، نظری نمیبرید در خونه فقرا. چی شد؟ یه چی جو ماه رمضان بوده، جو ماه رمضان خوابیده، کار خیر تعطیل شده. ببین اونی که واقعا کار خیر میکنه نمیتونه تعطیلش کنه، چون تو وجودشه، تو درونشه، استعدادشه، ملکشه. اما اونی که تو جو قرار میگیره، الان تو جو قرار میگیره کمک میکنه، بعد جو که میخوابه این دیگه نیست، این خشتیه که گذاشتن تو کوره آجرپزی، داغ شده مثل تمام خشته دیگه، داغ شده ولی خامه. الان که سرد شده میبینی این خامه، پخته نشده، ولی اونی که پخته شد که دیگه خام نمیشه، که پخته که خام نمیشه که. تا حالا شنیدید یه آجر پخته خام بشه؟ نمیشه. ما پخته نشدیم، تو جو بودیم. پیامبر تو جو نبوده ها، حال واقعیش این بوده. حالا به این ذره فکر کنیم، و ما اگه رشد معنوی واقعی اون چیزیه که میره تو درون ما قرار میگیره و تو درون ما میشینه، اون حقیقتیه که ما بهش میرسیم، وجود ما اون میشه. من از هیجانات معنوی خیلی میترسم، چون باعث میشه کلا سر خودمون بذارید. ما یه دفعه میبینی آقا تو خیرات کمک میکنه، میره چه میدونم به دیگران کمک میکنه، دغدغه من میشه، شروع میکنه، حتی هزینه میده، یه وقتایی هزینه میده واسه یه کار خیر و این حرفا، اما این کاره نیست، پشیمون میشه وسط هزینه، پشیمون میشه. میدونید یه ایثاری میکنه وسطاش پشیمون میشه. من خیلی یار دیدم به من گفتن که ما برای مردم کار خیر کردیم ولی ارزشش رو نداشتن، پشیمون شدیم. اونی که تو ذاتش قرار گرفته اون محبت، هیچ وقت پشیمون نمیشه، چون تو ذاتشه، چون همیشه باهاشه، ملکه وجودشه. میدید چه عرض میکنم؟ ایشالله گرفتار هیجانات معنوی نشیم، معنویت واقعی داشته باشیم، اون چیزی که پیامبر باشه. مخلص شما، ببخشید. خدافز. از تونه.